تازه های چشم پزشکی. بارها عرض کردم که ما راه بسیار پرسنگلاخی رو طی کردیم تا به اینجا رسیدیم. از نظر علمی من دارم عرض میکنم. فرشون یک روزی ما عمل کدرکت انجام میدادیم و 12 تا بخیه میگذاشتیم تو چشم مریض. 12 تا بخیه. میگویی چطوری؟ خب بخیه های بسیار ظریفی با نخ 10 صفر زیر میکروسکوپ. اما امروزه وقتی عمل کدرکت میکنیم بخیه نمیگذاریم. یه سوراخ 2 میلیمتری میکنیم و خود سوراخ هم جوش میخوره. پس فاصله خیلی زیاده. یک زمانی لنز در داخل چشم بیماران نمیگذاشتیم. امروز لنز در داخل چشم میگذاریم و روز بعد بیمار 20/20 ویژن داره. درایو میکنیم یا مطب. حالا مرحله بعدی این هستش که ما بتوانیم این اعمال جراحی رو با ربات ها انجام بدهیم. اخیراً در انگلستان به صورت دانشگاه آکسفورد با کمک کمپانی پریسایس بی وی یک رباتی رو ساختن که این ربات میتواند جراحی های چشم رو خیلی ظریف‌تر از دست انسان انجام بدهد. این کاری که انجام شده یکی از ظریف‌ترین جراحی های چشم بهش میگیم ILM پیلینگ، یعنی کسانی که به اصطلاح پرده شبکهشون چین خورده و ما بایستی برویم و اون چین رو، اون پرده رو برداریم که این چین ها از بین برود. این اسمش هست ILM پیلینگ. این جراحی شاید ظریف‌ترین جراحی چشم باشه. چرا؟ که ضخامت این پردهی که ما میخواییم برداریم 3-4 میکرون بیشتر نیست. یادتون باشه که کل شبکیه ما 180 تا 200 میکرون در ضخیم‌ترین قسمتش ضخامت داره. اصولا در چشم پزشکی یادتون باشه که ما همه واحدهای اندازه گیریمون میکرونه. برای اون دست از دوستانی که شاید نمیدونن میکرون چی هست، من عرض کنم 1 متر 100 سانتی متر، هر سانتی متر 10 میلیمتر، هر میلیمتر 1000 میکرون. پس من وقتی که من میگویم 180 تا 200 میکرون، یعنی 0.2 میلیمتر ضخامت کل شبکیه است. ضخامت اینترنال لیمیتینگ ممبرین یا ILM که ما میخواییم برویم برداریم هست 4-5 تا 8 میکرون. یعنی واقعا چیزیست که ابدا بدون میکروسکوپ خیلی قوی دیده نمیشه. خب اینو ما با دست باید برداریم. الان دست انسان میتواند نازکترین سوزنی رو که به کار ببره 100 میکرون باشه، ولی این ربات میتواند با سوزن 10 میکرونی، یعنی 10 برابر ظریف‌تر از دست ما، سوزنی رو که میخواد برای این کار به کار ببرد استفاده کنه. پس بنابراین تعدادی مریض رو که در آکسفورد آقای دکتر مک لارن انجام داده و مقایسه کرده با اون بیمارانی که با دست انجام داده دیده، نتیجه بسیار بسیار عالی است. خونریزی کمتر، تروما یا ضربه وارده به رتینا و شبکه کمتر و به هر حال نتایج بهتر. و به هر حال این یکی از پیشرفت‌های علم و تکنولوژی است که به هر حال به زودی مطمئناً شاهد این پیشرفت به طور عام خواهیم بود. شما حالا جالبتر اینه که ما با OCT این روزها، اگر کسانی به مطب چشم پزشکان زیادی مراجعه کرده باشن، یک عکسی ما از ته چشم میگیریم که این عکس لایه های مختلف این شبکه‌ای که 200 میکرونه، این شبکه حدود 10 لایه داره. امیر جان اون OCT رو، پیکچر OCT رو نشون بدید روی صحنه. بله، این چیز سبزی که شما میبینید عزیزم، این در حقیقت همون OCT شبکه است. قسمت بالایی بیماره، اون به اصطلاح OCT بیمار هست، ولی پایینی که نگاه کنی که OCT طبیعی هستش، از بالا به پایین امیر جان این لایه هایی رو که من نشون دادم نشون بده. این لایه ها از بالا به پایین اگر ماوس تو حرکت بدی در حدود 10 لایه است. این لایه های مختلف به رنگ های مختلف، از سبز و بیرنگ و سیاه و نارنجی و با سبز و با سیاه و با به اصطلاح مخلوط سیاست. این 10 لایه رو، مرسی امیر جان، این 10 لایه رو که در شبکه است ما الان جداگانه نمیتونیم درمان کنیم.
ما دارو رو به طور کلی فرض کنید که تزریق میکنیم در داخل چشم، ولی الان با این ربات ها امید این هست که ما بتوانیم فرض کنید اگر اینترنال نوکلیر لیر شما بیمار هست برویم و فقط اون لایه رو درمان کنیم. و این یکی از معجزات دیگر علمی است. نوید دیگری برای کسانی که مکلور دیژنریشن دارن و هر ماه باید تزریق کنن، الان باز همون کارخونه نوارتیس که ایوستین و لوسنتیس و داروهای دیگر مکلور دیژنریشن رو میسازه، الان در روی داروی کار میکنه به نام برولو سیزیمپ که امید این هستش که این دارو وقتی اومد تو بازار هر 3 ماه 4 ماه به جای 1 ماه هر ماه تزریق این تزریق انجام بشه. و حالا جالبتر این که دارن روی داروی دیگری کار میکنن که اصلا به شکل قطره باشه، یعنی برای مکلور دیژنریشن دیگه تزریقی نکنیم و فقط قطره بچکانیم در چشم و بتوانیم همون اثری رو داشته باشه که تزریقات داخل چشم داشته باشه. خب به هر حال تزریقات خوشایند نیست برای بیمار، هر ماه شما بروید و یه سوزن توی چشمتون تزریق کنن، مجسم کنید چقدر مشکله و چقدر به هر حال آزارنده است. همه تلاش ما این هستش که این رو بتوانیم به شیوه دیگری انجام بدهیم. و بالاخره طبق گزارشی که البته بذارید بقیه گزارش ها رو برای دفعه بعد بگذاریم. امیر جان، حالا من صحبت دیگری که خواهم داشت، بارها بیماران مراجعه میکنن هنوز هم که هنوزه و صحبت این هستش که آی دکتر میشود ما بدون عینک دنیا رو ببینیم دور و نزدیک همه چیز به 18 ساله بشویم؟ و ما جوابمون این هستش که بله این کار عملی است. همین هفته گذشته یکی از دوستان بسیار نزدیک که من چند سال من ندیده بودمش به مطب مراجعه کرد و گفت واقعا این چند سال وجود داره؟ گفتم حدود 10 سالی است که ما این کارو میکنیم. با اینکه ایشون ژورنالیست هم هست، گفت من چطور اطلاعی ندارم؟ عرض کردم که برای اینکه به مطب من مراجعه نکردید یا به برنامه من نگاه نکردید. خلاصه حالا در حقیقت این روزها با گذاشتن لنزهای متفاوت، انواع لنزهای مالتیفوکال اومده که احتمالا یه دهی با یه تبلیغی که در رادیو هست نو اس سیمفونی رو شنیدن، ولی خب لنزهای حتی بهتر از سیمفونی هم وجود داره که ما این لنزها رو وقتی در چشم میگذاریم واقعا شما دیده دور نزدیکتون اصلاح میشود. من میخوام امروز بعد از مدتها، گرچه برای یه دهی از دوستانی که سالهاست برنامه برای نگاه میکنن این ممکن تکراری باشه، ولی برای دوستانی که تازه به ما پیوستن این تازگی خواهد داشت که ما چگونه ما عمل جراحی که برای لنز معمولی و برای لنز مالتیفوکال انجام میدیم واقعا تفاوتی خود عمل نداره، اما اون کلکولیشن های قبل از عمل خیلی با هم متفاوته که جراح بایستی خودش انجام بده. و به خاطر همین هستش که دستمزدی بیمه جداگانه برای این کار در نظر گرفته. و دیگر اینکه هنگام عمل آستیگماتیسم حتما بایستی درمان بشود. البته خوشبختانه لنزهای مالتیفوکالی به بازار آمده که خودش آستیگمات داره، ولی این فیلم خورده قدیمی است که شما میبینید و ما خودمون با دست آستیگماتیسم رو اصلاح میکنیم. بذارید این فیلم رو با هم ببینیم و دوستان یک ریفرشی مغزشون ریفرش بشه برای این عمل جراحی و ببینن که چگونه ما لنز مالتیفوکال رو در چشم جا میدهیم. میتونیم الان با هم تماشا کنیم امیر جان؟ بفرمایید. بله، همونطور که ملاحظه میفرمایید اینجا در قسمت وسط به اصطلاح سن میبینید که مریض روی تخت قرار گرفته، اسپیکولوم یا به اصطلاح اسپیکولوم، این قسمت اسپیکولوم پیداست، این به اصطلاح یک وصله فلزی است که میگذاریم، پلکا رو از هم باز میکنیم و قطره ریختیم، مردمک باز شده، مریض روی تخت خوابیده، مریض صحبت های من رو به راحتی میشنوه، گوش میکنه و میتونه با من همکاری کنه ولی هیچ دردی احساس نمیکنه. خب در این صحنه من میخوام به شما نشون بدهم این بیمار کدرک آب مروارید داره، ضمن اینکه استیگماتیز داره. ما قبل از اینکه مریض رو ببریم تو اتاق عمل، در به اصطلاح اتاق پری آب، مریض رو همونطور که میبینید اینجا اینجا یک
به اصطلاح مارک گذاشته میشه که این مارکی که میبینید یکی اینجا گذاشته میشه در ساعت 6، یکی اینجا، یکی اینجا و یکی اینجا. اینها رو در حالی که بیمار نشسته است این مارک رو میگذاریم. مارک رو خوب میبینید اینجا. این 4 تا مارک رو میگذاریم که مثلا ساعت 12 و 3 و 6 و 9 رو مشخص کنیم، وگرنه مطمئناً بعد از اینکه بیمار خوابید روی تخت، چون چشم یه مقداری به داخل میچرخه، بنابراین ما به اصطلاح فضای هندسی آستیگماتیزممون رو از دست میدهیم. ولی با گذاشتن این علائم دیگه میتونیم که محل آستیگماتیزممون رو مشخص کنیم. حالا این عمل جراحی کدرک برای گذاشتن لنز مالتیفوکال عین کدرکت معمولی است. ولی اول قبل از اینکه ما کاری انجام بدیم، همینطور که میبینید با این وسیله دقیقا اکسس یا محور آستیگماتیزم رو که قبلا میدونیم چقدر هست که در این بیمار چیزی حدود 131 درجه هست، این رو مشخص میکنیم و با این وسیله مارک میگذاریم روی 131 درجه که در اینجا ملاحظه میفرمایید که این محور آستیگماتیزم ماست و با این وسیله‌ای که دیدید مارک گذاشته شد. حالا عمل جراحی مثل عمل جراحی معمولی ادامه پیدا میکنه، یعنی با یک سوپر شارپ، این چیزی که میبینید اسمش هست سوپر شارپ نایف، یک سایت پورت ایجاد میکنیم، یک سوراخی در قسمت کناری ایجاد میکنیم. معمولا جراح در قسمت تمپرال یا قسمت خارجی چشم مینشینه. بعد از اون با کراتوم که این وسیله است که اینجا میبینید که این 2.2 میلیمتر بیشتر نیست، یک برش به شکل یک تانل ایجاد میبینید که میریم داخل. بعد از اینکه چند میلیمتر رفتیم، سر به اصطلاح کراتوم رو به داخل قرنیه فرو میکنیم و باز میکنیم. بعد از اینکه این عمل انجام شد، مقداری قرنیه رو البته دائم کمک جراحیش میکنه. حالا به اصطلاح ماده ویسکولاستیک رو همینطور که میبینید، این ماده چون همیشه این ماده به این شکل مشخص نیست و الان خیلی خوب و راحت میتونید ببینید، این ماده مثل سفیده تخم مرغ هست و به اصطلاح ویسکولاستیک اسمش هست. و این کاری که الان میکنیم بهش میگن سافت شل تکنیک ویسکولاستیک کانفیگوریشن، یعنی الان اول ویسکو رو تزریق میکنیم و بعد از ویسکو ماده دیگر رو. این ویسکو خیلی سفته، این رو تزریق میکنیم اول و بعد مقدار البته کمی از این تزریق میشه و بعد مقداری از ماده‌ای که از این خورده رقیق‌تره، همینطور که میبینید پروویسک نام داره، تزریق میشه و پروویسک ویسکو رو فشار میده. این ویسکو میاد و واقعا یک پروتکشنی ایجاد میکنه که سلول‌های اندوتلیوم قرنیه ضمن عمل ما زیاد دستکاری نشن. پس این برای پروتکشن سلول‌های قرنیه یا حفاظت سلول‌های قرنیه است. بعد از اینکه این کار انجام شد، میبینید با یک سوزن سرکج شماره 25 میریم و کپسول قدامی رو در حقیقت باز میکنیم. بعد از اینکه کپسول رو باز کردیم، با یک فورسپس مخصوصی میبینید میریم و در حقیقت کپسول قدامی رو نگاه کنید به شکل خیلی یک کپسول بسیار 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 نازک که همینطور که ملاحظه میفرمایید به شکل یک دایره در حقیقت این کپسول رو بر میداریم و استادی یک دست ورزیده اینه که بتونه خیلی قشنگ و راحت این دایره رو درست کنه. این دایره رو همینطور که ملاحظه می‌فرمایید، این دایره لبه این به اصطلاح کپسولی است که در حقیقت برداشته شد. درست شما یک حبه انگور رو در نظر بگیرید که پوست روی حبه انگور رو ما به شکلی دایره در بیاریم و این به اصطلاح کپسول فورسپسی که می‌بینید اینجا، این کپسول فورسپس مخصوصی است که دو تا به اصطلاح هینج داره و به همین دلیل میتونه در داخل چشم مانور خیلی خوبی داشته باشه. حالا بعد از اینکه این کار شد، میریم سراغ به اصطلاح آزاد کردن هسته که در حقیقت هایدرو دایسکشن و هایدرو دیلینیشن اسم این عمل هست. همینطور که میبینید با یک سرسوزن بلند نه تیز میریم زیر این کپسول و مایع رو تزریق میکنیم. این مایع دور تا دور عدسی دیدید که حرکت کرد و کپسول رو و هسته رو از کپسول آزاد کرد. هسته عدسی که آزاد میشه،
شما الان دارید یک عمل جراحی کلاسیک آب مروارید رو تماشا میکنید. بعد از اینکه این کار انجام شد میریم و باز از اون ماده ویسکولاستیکی که داشتیم، نوع دوم که رقیق تره، باز تزریق میکنیم و کاملا مواد کورتکس رو آزاد میکنیم از روبروی زخم به چیزی حدود 360 درجه سعی میکنیم که این ماده به اصطلاح تزریق بشه. حالا الان این قسمت مهمترین قسمت عمل جراحی است. جراح دو تا وسیله در دستش میگیره، اینو در دست چپ میگیره که به اصطلاح یک وسیله است مثل هوک که چاپر اسم داره و این یکی سر دستگاه فیکوی ما هستش که عدسی رو خورد میکنه. از داخل این سه تا به اصطلاح مایکروتیوب میاد، از یکیش امواج آلتراساوند میاد عدسی رو خورد میکنه، از یکی مایه میاد میشوره و از یکی ساک میکنه که الان ملاحظه خواهید کرد. و با کمک این وسیله که چاپر ما هست در حقیقت چاپ میکنیم، تکه تکه میکنیم عدسی رو. اول با دستگاه فیکو همینطور که میبینید قسمت مرکزی عدسی رو خالی میکنیم، تمیز میکنیم و میریم جلو تا جایی میریم جلو که بتونیم رد رفلکس رو ببینیم. در همین زم با دست چپ هسته عدسی رو ثابت نگه میداریم در ساعت در درست مقابل سر فیکو و میبینید که اونقدر میریم پایین که اینجا یه قرمزی میبینیم، اینو بهش میگن رد رفلکس. این قرمزی که دیده شد یعنی اینکه آماده ایم برای چاپ کردن. حالا چاپ میکنیم، میبینید که هسته رو در حقیقت با فشار دادن این دوتا وسیله به سوی همدیگه این هسته جدا شد، تکه تکش میکنیم هسته رو، چاپ میکنیم. چرا؟ که بتونیم راحت تر از چشم خارجش کنیم. بعد از اینکه اولین چاپ انجام شد میریم سراغ دومین چاپ. به راحتی دومین چاپ انجام میشه، میتونیم این تکه رو با به اصطلاح فیکو خارج کنیم. الان فیکو داره این قسمت رو، این به اصطلاح تکه رو که ایجاد کردیم به شکل یک وج بود، این رو از چشم خارج کردیم تا بتونیم به راحتی هسته رو در داخل چشم حرکت بدیم و با حرکت دادن هسته ضمن حرکت دادن از هر دو وسیله استفاده میکنیم و چاپ دیگه ایجاد میکنیم، یه تکه دیگه جدا میکنیم. این تکه رو هم باز توسط فیکو میبینید سر فیکو دقیقاً این رو میخوره و کامل از چشم خارج میکنه. هنر به اصطلاح یک جراح ورزیده اینه که اولا مقدار امواج کمتری تا اونجایی که میشه وارد کنه، در ثانی چاپ های کوچکتری ایجاد کنه که راحت تر بتونه فیکو بخوره این چاپ ها رو و ضمن اینکه باید مواظب باشه که کپسول پوستریور پاره نشه، چون اگه کپسول پوستریور پاره بشه کار خیلی مشکل میشه. و همینطور که میبینید یک چاپ دیگه انجام شد، این چاپ به اصطلاح نیمه دوم عدسی رو داریم چاپ میکنیم و تکه چاپ شده رو، تکه جدا شده رو میخوره فیکو. همینجا الان شما میتونید پوستریور کپسول رو ببینید، این قسمت قرمز این پوستریور کپسوله که ضخامتی بیشتر از 5-6 مایکرون نداره، پس بنابراین 7-8 مایکرون بیشتر از ضخامت نداره و باید مواظبش باشیم که وقت پاره نشه، چون پاره شدن این همونطور که عرض کردم مشکلات زیادی ایجاد میکنه. پس بنابراین سعی ما این هستش که با فیکو، با این نوک فیکو همونطور که میبینید، با نوک این فیکو تمام این هسته رو از داخل چشم خارج میکنیم. و وقتی که صحبت میکنیم که نبایستی عدسی خیلی سخت باشه به خاطر همین، حالا بعد از اینکه هسته خارج شد اپینوکلوس یعنی قسمت های اطراف هسته رو هم همونطور که میبینید نرمتره خارج میکنیم از چشم. تنها آخرین چیزی که میبینه میمونه به جا میماند کورتکس هستش، که این کورتکسی که به جا مانده است رو با دستگاه دیگری که آی ای یا ایرگیشن اسپیریشن نامیده میشه از چشم خارج میکنیم، که این دستگاه دیگه امواج آلتراسون نداره، فقط در حقیقت یک ساکشن هست، ایرگیشن میکنه یعنی مایه وارد میکنه و ساک میکنه با یک به اصطلاح 90 درجه کرو. سر این آی ای ما میبینید 90 درجه کرو داره، این دقیقا 90 درجه است و به راحتی میتونه این کورتکس رو ببینید ببلعه و در حقیقت از داخل چشم باقی مونده های کورتکس یا قسمت قشری عدسی رو
خارج میکنه. همطور که میدونید عدسی یک هسته داره، یک اپینوکلئوس داره و قشر یا کورتکس. کورتکس هم تموم شد. حالا کار بعدی اینه که ما این کپسولی رو که داریم پالیش کنیم، به قول ما براقش کنیم. میبینید ذرات و سلولهای که اینجا مونده، اینا سلولهای باقی مونده است که اینا رو میبینید، اینا سلولهای باقی مونده است که این سلولها رو بایستی همینطور که میبینید با پالیش کردن از داخل چشم خارج کنیم. کار بسیار ظریفی است، بسیار 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 ظریف، که اگر مواظب نباشیم با کوچکترین حرکتی میتونیم این کپسول پوستریور رو پاره کنیم و مشکل ایجاد کنیم. پس بعد از اینکه پالیش انجام شد و تمام به اصطلاح ذرات برداشت شد، میبینید چقدر قشنگ و شفاف الان شما کپسول پوستریور رو میبینید و این هم کپسول انتریور، این کپسول خلفی است و این کپسول قدامی است و این همون تکه است که ما برداشتیم که در حقیقت به داخل عدسی راه باز کنیم و از همینجا لنزمون رو وارد چشم مریض میکنیم. اینجاست که میبینید عمل جراحی پس برای لنز معمولی و لنز مالتیفوکال فرقی نمیکنه. لنز مالتیفوکال در قبل از اینکه لنز رو بگذاریم، باز از اون ویسکوالاستیک نوع لزج و نرمتر وارد کپسول میکنیم که این کپسول و این کپسول رو از هم جدا کنیم و به شکل یک بگ این رو در بیاریم. اگر به شکل بگ نباشین، دو کپسول رو هم میخوابن و عدسی ما به داخل وارد نمیشه. پس همطور که دیدید الان این شد یک بگ. این قسمت رو اگر تماشا بکنید، اینجا بگ هستش، یک کیسه هست. حالا لنزی رو که در داخل کارتریج گذاشتیم، از محل برش 2.2 میلیمتری ما توسط کارتریجی که میبینید وارد میشه. اینجا اگر دقت کنید با سپچولا سعی میکنیم که از ساید پورتمون چشم رو نگه داریم که حرکت نکنه و با فشار این لنز الان وارد چشم میشه. این هم لنز مالتیفوکالی که الان میبینید مثل کودکی که از مادر متولد میشه، از داخل کارتریج کم کم میاد بیرون و خودش رو اونجا باز میکنه. میبینیم این یک پروانه باز میشه. اگر دقت کنید اینها هپتیک یا پایه هاشن، این یکی از پایه هاشه، این هم یکی از پایه ها. این پایه ها باید برون و در ته کیسه کپسولار بگ قرار بگیرن. همینطور که میبینید به تدریج این باز شد و سر جاش قرار گرفت. حالا موقعی هستش که ما شاید این تنها تفاوتی است که بین یک عمل معمولی و عمل مالتیفوکال انجام میشه. این لنز، لنز ریستور هست، مالتیفوکاله. چون این بیمار همطور که در اول عمل عرض کردم یک دایپتر استیگمات داره، الان با یک کراتوم 2.7 دیده بودید قبلا با دایموند نایف این کار رو میکنیم. اگر از دایموند نایف بخوایم استفاده کنیم، بایستی در اول عمل این کار رو بکنیم. اگر بخوایم با کراتوم استفاده بکنیم، میتونیم در آخر عمل این کار انجام بدیم. هیچ تفاوتی با هم نداره. اگر یادتون باشه اینجا محور آستیگمات ما بود و درست میبینید که الان درست چاقوی ما از همینجا وارد چشم میشه و در حقیقت یک برش حدود 2.7 ایجاد میکنه که این اگر حالا درست در سمت مقابل همین برش رو ایجاد میکنیم، اینها به این ترتیب آستیگماتیزم بیمار ما رو اصلاح میکنه و به این ترتیب بیمار بعد از عمل آستیگماتیزمی نخواهد داشت. پس آستیگماتیزم هم به این ترتیب اصلاح شد. حالا بعد از اینکه آستیگماتیزم رو اصلاح کردیم، این ماده ویسکوالاستیک رو از چشم بایستی خارج کنیم. حتما اول میریم از پشت لنز برش میداریم، خارجش میکنیم، بعد در مقابل اینا حباب هوا هست، چیز مهمی نیست. این چیزی که میبینید اینها حباب هوا هست که بعد میاد بیرون یا جذب میشه، چیز مهمی نخواهد بود. پس تمام اون ماده سپید تخم مرغ شکلی لزج رو از چشم خارج میکنیم. چرا؟ چون اگر از چشم خارج نشه باعث بالا رفتن فشار چشم میشود و به این ترتیب میبینید عمل پایان گرفت. بسیار عمل تمیزی، لنز مالتیفوکال گذاشته شد، استیگماتیزم اصلاح شد و اینجا پایان عمل خواهد بود. خب دوستان خسته نباشید. امیر جان تلفن‌ها رو باز کنید که در این فاصله
سوالات دوستان رو متاسفانه امروز وقت زیادی نیست، ولی به هر حال به سوالات عزیزان پاسخ بگوییم در حد وضاحت برنامه. همطور که ملاحظه فرمودید، عمل جراحی تقریبا برای مانوفوکال و مالتوفوکال تفاوت زیادی نداره، جز اینکه حتما بایستی اگر کسی مالتوفوکال میگذاریم براش استیگمات اصلاح بشه. اگر اصلاح نشود نتیجه خوب نخواهد بود و بیمار ناراضی خواهد بود. یک دوم اینکه حتما بایستی ماده ویسکولاستیکی که گذاشته بودیم در چشم تا قطره آخر خارج بشود، وگرنه میتواند باعث افزایش فشار داخل چشم بشود روز بعد از عمل. ولی به هر حال وقتی اگر همه این کارها به شکل بسیار نظیف و تمیزی انجام بشود، فردا صبح مریض معمولا بین 20-25 تا 20-20 ویژن داره، یعنی یک ویژن معمولی که میتواند خودش درایو کنه و به اصطلاح به مطب تشریف بیارن و ببینیمشون. و یک نکته مهم اینه که حتما ما بایستی روز بعد از عمل بیمارانمون رو ببینیم. دوستانی که فکر میکنن خب ممکن بتوانیم دو روز بعد به مطب مراجعه کنیم، اشتباه میکنن، برای اینکه ما حتما بایستی مریض رو روز بعد از عمل ببینیم، ببینیم فشار چش بالا نیست، لیک وجود نداره، همه چیز خوبه، منظمه، و بعد هفته بعد میبینیم. بنابراین این نکته رو هم فراموش نفرمایید. اجازه فرمایید تا به سوالات دوستان عزیز پاسخ بگویم. دکتر رضا پور هستم از شکفتای جان چشمشکی، بفرمایید. آقای دکتر جانم بفرمایید. رضا پور؟ بله جونم بفرمایید. سلام آقا، من از ونکوور زنگ میزنم. خواهش میکنم. یه سوال داشتم. من 21 سپتامبر در ونکوور عملی کترک کنم. حالا برای عمل جراحی که امیدوارم دکتر ماهر باشن، ولی یه سوالی که دارم، چطور رنگ چشم عوض نمیشه بعد از اینکه عدسی رو عوض میکنید؟ برای اینکه رنگ چشم ما مربوط به عدسی ما نیست عزیزم. رنگ چشم ما مربوط به به اصطلاح آیریس یا عنبیه ما هست. ما کاری به عنبیه نداریم، دست به عنبیه نمیزنیم. ما قطره میریزیم، عنبیه رو میکشیم کنار مثل پرده. عنبیه انگلیسی چی میشه آقای دکتر؟ آیریس. آیریس. بله. ما مربوط به اون هست. بله، رنگ چشم مربوط به آیریس هستش و پیگمنتی که در آیریس هست رنگ چشم ما رو مشخص میکنه. وقت من از دکترم خواستم که این به من همین مالتی فوکال بذاره که دیگه اصلا عینک نزنم، گفتن چون چشم تو چیز نیست، به حساب گرده گرده و مسئله اون چیش میگین که شما یه ذره اگه انحراف داشته باشه استیگماتیزم نیستش نمیشه کرد. آیا این درسته؟ والا من متوجه این صحبت نمیشم، برای اینکه کسی که استیگماتیزم نداشته باشه بهترین چشمی است که ما دوست داریم مالتیفوکال بگذاریم توش، و اگر مکولاتون هم خوب باشه. البته نمیدونم مکولا دارم. بله من متاسفانه مکولا هست. خب همون علت این که جراح شما نخواسته برای شما مالتیفوکال بذاره به خاطر نه به خاطر استیگماتیزم، به خاطر مکولار دیجنریشن شماست. کسانی که مکولار دیجنریشن دارن به هیچ عنوان نبایستی مالتیفوکال بگذارن، برای اینکه نتیجه خراب خواهد شد. متاسفانه. بله متاسفانه. خیلی متشکرم. واسه پاس از تلفن نمیگیرم، برنامه‌تون فوق‌العاده آموزنده. متشکرم عزیزم. یک دنیا ممنون. قربون شما. دکتر رضا پور هستم از شکفتای جان چشم پزشکی، بفرمایید. سلام، حال شما خوبه؟ متشکرم عزیزم. بخش شبکه چشمم ایتاب داره و هر دکتر چشم یکی میگه خونریزیه، یکی میگه پارگیه، یکی میگه سکت مغزیه. آخرین چشمکی که رفتم گفتش که عصب چشم تافه شده. حالا نمیدونم چی کار کنم. گفتن عصب چشمتون چی شده؟ پاره شده. عصب چشم؟ مثل سیم تلفونی که توش سیم مثلا کلی سیمه میگم پاره شده سر عصب چشم. چی ضربه ای به چشمتون خورده؟ نه اصلا ضربه ای چیزی نه. خب یه وقت نشستم تلویزیون می‌دیدم سیاه شد. رفتم دکتر اینا به مرور بعد دوباره رنگ روشنش رو الان میگیرم جلو چشم چپم و رفتم مثلا عین دوده نشون میده. و دیدتون خیلی کم شده؟ نه آنچنان، ولی اگه یه چشمی ببینم آره انگار دوده. خب ببینید، همه این صحبتهایی که شما کردید ممکنه اتفاق افتاده باشه. تا
مریض رو نبینیم، معاینه نکنیم، نمیتوانیم بگوییم چی هست، ولی میتواند سکته چشمی باشه، میتواند عصب بینایی شما دچار مثلا نبریت شده باشه و بعد دچار لاغری یا خشکی شده باشه، اینا همه میتوانه اتفاق، یا اینکه ممکنه فقط زجاجی شما شل شده و شما یه مقداری فلوترز جلوی چشمتون هست. مطمئنن ببینید، مطمئنن ما اگر، یعنی یک چشم پزشک ماهر کسی هستش که یک تشخیص بیشتر نگذاره، یعنی به شما بگوید شما تشخیصتون اینه، حالا شما اگر تشخیص های متفاوتی داشتید من نمیدونم چی هست، ولی توصیه که به شما دارم شما رو باید یک متخصص شبکیه ببینه و نظر متخصص شبکیه. خب ایشون چی گفتن؟ دکتر مکی شما رو میشناختم، من باهاتون صحبت کردم، خب گفتم میشناختم، بعد اونم گفتش که عصب چشمت هیچ کاری هم نمیشه بکنه تا آخرام همینطوریه. گفتن عصب چشمتون خشک شده، پس شما در حقیقت یک سکته چشمی کردید. بله متاسفانه سکته چشمی مثل سکته مغزی میمونه، یک مقداری سلول هایی که دوچار سکته میشوند از بین میروند و هنوز بشر نتوانسته واقعا کار زیادی برای این ماجرا انجام بدهد. به هر حال متاسف هستم. خوب نمیشه آقای دکتر؟ اگر اینطور که شما داستان رو تعریف میکنید احتمالا سکته چشمی است. سکته چشمی معمولا ممکنه 3-4 ماه اول یه کمی بهتر بشود، بعد از 3-4 ماه اول هرچه بود باقی میماند، دیگه از اون بهتر نخواهد شد. نه. با سپاس از تلفنتون عزیزم، خدا نگهدارتون. مرسی، ممنون، دست شما درد نکنه. خواهش. دکتر رضا پور هستم از شیفتای جمع چشم پزشکی، بفرمایید. با عرض سلام و سپاس از برنامه خوبتون آقای دکتر. خواهش. من می‌خواستم خواهش کنم که آیا این عملیات، الو آیا این عملیات کاتاراکت بایفوکال که حضرت علی الان فرمودید، آیا امکان داره که بدون استفاده از داروهای میدریاتیک استفاده بشه؟ ابدا. البته اگر واقعا اشکالی وجود داشته باشه بر داروهای به اصطلاح استفاده از داروها، ما میلیوگین رینگ یا آیریس هوک میگذاریم، ولی اون در موردی است که واقعا کسی یا نتواند داروها رو تحمل کنه یا عیبی در آیریسش باشه که ما مجبور باشیم. یعنی حرف اولم رو پس میگیرم، نه ابدا، بله میشود بدون میدیاتیک انجام داد، ولی اگر کسی اشکالی نداشته باشه در استفاده از میدیاتیک، خب سالمتر، بهتر و بی‌ضررتر اینه که میدیاتیک بریزیم. ولی اگر چنانچه کسی فرض کنید داره فلومکس مصرف میکنه و مردمکش خوب باز نمیشود، در این صورت خب بله ما رینگی در داخل چشم میگذاریم که مردمک رو باز میکنه، عمل میکنه، بعد رینگ رو بر میداریم، ولی خود این یک تراماست برای چشم. ما سعیمون این هستش که واقعا با کمترین تراما چشم رو عمل بکنیم. با تشکر از فرمایشتون آقای دکتر. با سپاس. همسر من به علت اینکه یک برین هموریج داشته و متاسفانه برای کانسالتیشن همین عمل رفتن، به علت اینکه 3 بار داروهای میدریاتیک رو در طول این دو ساعت و نیم کانسالتیشن ریختن، نیم ساعت بعد دوباره به یک برین هموریج شدیدتر مبتلا شد و به همین علت ترس داره از داروهای میدیاتیک که در این مورد، اما نیاز داره که به علت کاتاراکت شدیدی که داره عمل بشه. خب احتمالا فنیلفرین استفاده کردن. فنیلفرین بله میتواند فشار خون رو بالا ببره و خونریزی سکته مغزی بکنه، حتی سکته قلبی بکنه، اگر دوز خیلی بالا استفاده بکنیم 10%. میتوانیم دوز پایینتر، خیلی خیلی پایینترش هست یا رقیقترش به اصطلاح استفاده بشود و مردمک رو باز کنیم، ولی خب در این صورت که ایشون واقعا انقدر حساس هستن میتوانیم ملیگین رینگ بگذاریم یا آیریس هوک استفاده بکنیم و مشکلی نیست، یعنی این مسئله نمیتواند مانع عمل کاتاراکت ایشون بشود. میتوانیم بله برای ایشون ملیگین رینگ رو بگذاریم، اشکالی نداره، به هر حال نتیجه عمل فرق زیادی نمیکنه. نظر از اطلاعی که اگر به جای فنیلفرین مثلا اگر در میدریاسید یا داروهای دیگر یکی آخه نه حتما استفاده بشه مثل پیلوکارپین را نه پیلوکارپین که تنگ میکنه مردمک رو، یا تروپیکاماید
تروپیکاماید 1% هیچ اثری روی فشار خون نداره. تنها داروی میدریاتیکی که میتواند فشار خون رو بالا ببرد و ما در بیماران قلبی شدید و بیماران مغزی سعی میکنیم کمتر استفاده بکنیم به اصطلاح فنیلفرین هست. فنیلفرین 2.5% هست، 1% هست، 10% هم هست. خب شاید اون دفعه 10% استفاده کردم، ولی با دوزهای 1.5 و 2.5% هیچ وقت هیچ گزارشی نشده که اشکالی اتفاق بیفته و میتوانن اون استفاده کنن و هیچ ترسی هم نباشه. ولی گفتم حالا میتوانن تروپیکاماید رو با سایکلوجیل استفاده بکنن و به اصطلاح اگر خوب باز نشد یه ملیوگین رینگ هم بگذارن، هیچ ایرادی نداره. بسیار بسیار سپاس کنم. خواهش میکنم. بسیار سپاس از تلفنتون. اشکالی وجود داره. دکتر رضا پور هستم از شیفت جان چشمشکی، بفرمید. سلام عزیزم. سلام عزیزم. سلام عزیزم. من در رابطه با خانومم صحبت میکنم. بله. حدود چهار ماه پیش کترک عمل کردن. یکی از چشما بسیار خوبه، چشم دیگه چشم چپشون وقتی به رو به رو نگاه میکنن، من از پهلو دقت میکنم گوشه چشمشون مثل این که یه حالت اشک جمع شده باشه، میگن مگسک میبینن. چند بار به دکتر معالجشون مراجعه کردن و سرانجام به دو دکتر دیگه ایشون رو ارجاع کردن. آیا مشکل چی میتونه باشه و آیا برای البته قبلا توضیح دادید که میشه در مواردی لنز را عوض کرد در آورد، ممکن لطفا این مقدار ما راه نمایی بفهمید؟ بله، ببینید ایشون از نظر دید خوبه این چشم چپشون؟ مثل راست نیست از نظر دید. خب شما روی خط بمونید چون مثل این که وقت برنامه متاسفانه به پایان رسید، من پشت خط با تون صحبت میکنم. گوش رو نگه دارید عزیزم. با سپاس از دوستانی که با ما همراه بودند و امیدوارم بتوانم پشت خط دوستان دیگر رو پاسخ بدهم. با امیدوارم که اگر نتوانستم به همتون پاسخ بدم هفته دیگه با هم صحبت بکنیم. برای همه شما روزهای آفتابی، شبهای مهتابی آرزو میکنم. خیرت همراهتون، طبیعت نگهدارتون. بدرود تا درودی دیگر و با سپاس از کارگردان فنی امیر عزیز. بدرود.